الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتغار الممكنات وعلى قدرته وعلمه وحكمته احكام المصنوعات ثم الصلاة والسلام على حبيب اله العالمين وطبيب نفوس المجرمين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين يا سيما سيدنا ومولانا وصاحبنا الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر بقية الله في الأرض عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وظالميهم وغاسبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا فیها طویلا سلامتی و فرج وجود مقدسش خدای منان فرجش را در زمان ما قرار بده سلوات بفرستید اللهم صل على محمد و آل, محمد و, آل محمد و عجل فرجه <applause> و اما با توجه به نگاه به جامعه ای که به خصوص یک گوینده و یا روحانی اگر اهل اطلاع باشه و باشید که هستید همتون ولی ما که تو شهرها میچرخیم و از این شهر به اون شهر از این شهر به اون شهر حالا یا با ماشین یا با هواپیما تو این ارسلت برین که دانشگاه ها تو این جوامع تو این فرودگاه ها چند اصل است که خیلی خودشان نشون میده کم رنگ است خیلی قوی کم رنگ است و یه مقدارم تقصیر گویندگانی مثل منه که خوب روش کار نکردند یکی اصل امامت است که واقعا ضعیف روش کار شده خیلی ضعیف روش کار شده و همین الان اینجا دیدم حدیثی است که صحیح هم از امام صادق علیه السلام است در کتاب شریف اصول کافی است که امام صادق فرمود کذب من زعم انه یحبنا و لم یتبرع من اعدائنا حدیث صحیح است خدا شاهده امام صادق علیه السلام فرمودن دروغ میگه کسی خیال میکنه یه تولان و ولایت ما را داره ما را قبول داره در حالی که از دشمنان ما تبرا نداره دروغ میگه دروغ میگه این خیلی حدیث کوبنده است یعنی واقعا تولا و تبرا امامت دو اصلی است که هر دوتاش هر دوتاش خیلی ضعیف روش کار شده و اگر نکته های تاریخی معتبری که فریقین قبولش دارن بدون اینکه فوشی باشه لعنی باشه سبی باشه جسارتی باشه عالمانه عاقلانه پخته مطرح شود هر دوتاش در جامعه تثبیت می شود یکی امامت است و مخالفین امامت با چل پنجا شبکه شب و روز علیه شیعه و امامت کار میکنن و ما هی میگیم مثلا تقیه وحدت عقب نشینی این درست نیست این اصل امامت واقعا ضعیف و کم رنگ است و در مجالسی که با بزرگانمون اساتیدمون بزرگانی که به ما آقایی دارن در حوزه مطرح میشه میگیم آقا جون در ناحیه تلویزیون و رادیو باید این کار خیلی وسیع شروع شود و ضعیف کار شده امامت امامت در قرآن اسمتش در قرآن شرایطش در قرآن و روایات علمش در قرآن و روایات این یک اصل است و اما اصل دوم امام زمان سلام الله علیه هست که این هفته یه ساعت تو تلویزیون و ما یا کسی باشه و نباشه و صبح و خوابند و تفریحند و اینا این کافی نیست واقعا امام زمان کیست و چیست و در قرآن کریم و در روایات و اما اصل سومی که او دیگه زیر خط سفره او دیگه اصلا رفته است و رسیده است به جایی که دیگه دارن اصلا مثل یعنی علنن از ناحیه عمل انکار است و حاشا خیلی قوی اگر هیچ مخو ندیدم من که ندیدم تو این چندین سال که گوینده ای حالا یا از مراکزی که, که اصلا عمومی است مثل رادیو و تلویزیون هم سال زالک و یا گویندگانی که دستشون به اونجا میرسه و یا گویندگان دیگه اصلی که هیچ روش کار نشد و هیچ به که سمع و بسر بینندگان و ملت نرسید و واقعا ملت ما ازش بشریت ببخشید نه که ملت ما بشریت ازش ارسود بر اینکه که بیگانه بیگانه و است برانی محض خدا میدونه و رسیده است به جایی که دیگه اصلا انکار شده است این اصل معاد است اگر ما ایمان به مرگ ایمان به مرگ و ایمان به برزخ و ایمان به حساب و ایمان به کتاب و ایمان به یوم القیامه که هفتاد نام در قرآن دارد روز قیامت در قرآن کریم هفتاد نام داره یوم القیامه است هفتاد بار میگه روز استادن این کلمه یوم القیامه من شو و میگم در قرآن کریم هفتاد بار میگه یوم القیامه روز ایستادن است کی وامیسه میسه کجا وا وامی چرا وامیسه چه جور وا میسه یوم یقوم الناس لرب العالمین تمام بشریت روپا وامیسن سندالی صندلی بذارین آغاز بشینه اینجا این بی مال دنیاست اونجا دیگه همه باید واستن آقا و بیبی بی و زن و مرد و همه چقدر باید واسیم اصلا که یا من کانم اقدارو خمسین الف سن از صریح قرآن از سور مقارجه فی یومن فی یوم کان مقدارو خمسین الف سنه در روزی که پنجاه هزار سال است حالا همین سالهای دنیا هم که باشه نمیشه جوابگو باشیم گوی که سالهای دنیا نیست چون نظام آفرنش به هم میخورد سالهای دنیا چرخش زمین به گرد خورشید است اون هم ازل شمس و کفرت میشود و همین ازل ارزو زلزلت و مدت و آخر عرض که یوم یقوم الناس یوم یقوم الحساب یوم یقوم الاشهاد یه حدیثی است حالا من بنا دارم سلاغ قیامت برم حالا از مرگ و قبر میخوام شروع کنم و برزخ انشاءالله آروم آروم یکی یکی بریم جلو و ببینیم مثلا چه باید کرد آیات و روایات که در این زمینه هست و حساب و کتابی که اذا مات الانسان حدیث معتبر از امام صادق علیه السلام فرمودند اذا مات الانسان و قامت قیامته امام صادق از پیغمبر اکرم نقل میکنه که آدم تا میمیره قیامتش شروع میشود حساب و چرا گفتی چرا کردی چرا رفتی چرا دیدی چرا شنیدی من یعمل مسقال ذره از همین مردن شروع میشه از دم احتضار شروع میشه حدیث داریم که رسول معظم اسلام یه روز اومدن مسجد صلی الله علیه و سلم تو مسجد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم رسول اکرم تشودن مسجد به سلمان فرمود سلمان بیا عبازر تو هم بیا به هر کدوم ده درهم داد ده درهم یعنی ده مثقال نقره چون واحد پولا این حالا که این کاغذ هاست که پشتوانه اگر نباشه باشه دوریال نمیارزه پولشون پول قدیم سکه بوده سکه طلا تلا و نقره از جنس تلا مهر میزدن میساختن یک مسقال تلا یه دینار است یه مسقال نقره یه درهمه بعد خوردش میکردند و مثلا کمتر و بیشتر منظور ده دل هم داد به سلمان ده درهم هم داد به عبا آزر فرمودید خرج کنید رفتند و فردا آمدند پیغمبر اکرم تو مسجد یه اجاق بسته یه سنگ هم روی این اجاق انداخته یه آتشی هم زیر این اجاق داره میره بالا و این سنگ گداخته شده داغ شده پیغمبر اکرم فرمود سلمان برو روی این سنگ وایسا و بگو ببینم این ده درهمی که به دادم چه بش کردی سلمان هم پولا که از پیغمبر اکرم گرفت از مسجد رب بیرون یه فقیر اومد جلو گفتش که سلمان من خیلی فقیر و بیچارم چیزی به ما کمک کن سلمان هم داد به فقیر رفت پیغمبر اکرم فرمود وایس رو این سنگو بگو برم چه کردی با این پول سلمانم هم رفت و سنگ وایس داد و گفت انفقت فی سبیل الله پرید پایین تا رفت کف باش بفهمه که سنگ داغه گفت دادم در راه خدا پرید پایین کف پاشم حالا اون کپ پای که پا و پیاره و اون سنگ و بیابون و طرف کفه باش بفهمه سنگ داغه اومد پایین به عبازر فرمود عبازر تو برو رو سنگ واسه بگو چه کردی با این ده درهم حالا اصحاب هم نشستن مسجد پر اصحاب است عبازر رو سنگ واسه و طرف بگه یه دن همیشه مثلا گوش گرفتم یه همیشه برنج گرفتم یه دن نخود گرفتم لوبیا گرفتم و و و و, و. و. رفت بشمره و فکر کنه یادش بیاد چی خرید دیرو بوده یادش نمیدونست چی پیش میاد که حفظ کنه تارف فکر کنه و بشمره که چیکارش کردم کف پاش سوخت نشه زمینه گفت یا رسول الله کف پام تاول زد سوخ آخه این یعنی چی حرف پیغمبر فرمود روز قیامت جوره فی حلال ها حساب فی حلال ها حساب فی حرام ها عقاب حرامش عقاب داره حلالش باد وایسی خمسین الف سنه پنجاه هزار سال آیه قرآنه حدیث نیست که بگیم آقا این با عقل نمی شود آخه دیگه مد شده امروز آخوند و غیر آخوند تا یه حدیث ها می خونیم که دا با عقل جور در نمیاد حالا کدوم عقل اصلا داری یا نداری خدا میدونه دونه بر این اینجوری آیه قرآنه فی یومن بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل به عذاب واقعه للکافرین ليس <applause> له دافع من الله ذی المعارج تعرج الملایکت والروح في یوم کان مقداره خمسین الف سنه خمسین الف سنه پنجاه هزار سال پنجاه گمروکه هر گمروکش گمروک اولش توحید که در جامعه ما صفر صفره اونی که بر جامعه بشریت حکومت نمیکنه خداست اصلا نه نههست و نهمیبینه ما را اصل دومش عدالت است در اجتماع عدالت است در خانواده عدالت است در زن و بچه عدالت است در اداره کشور عدالت است در و عدالت است در نماز جماعت و عدالت است و برو 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 عدل اصل سوم امامت است یا حسین کو اصل سوم نبوت است اصل چهارم امامت است اصل پنجم معاد است بعد میاد به نماز و حقوقی که میلسد و برو فرمدن هزار سال حدیث داریم در معاد بحاره فرمودن هزار سال حساب زبون فقط میکشن که صد و نوت گناه از این زبون میاد بیرون دونه دونه ریز به ریزش ثبت در نام عمل حالا نام عمل چیز خودش در قرآن کریم بهش برسیم اون قوقاست خودش قوقاست فرمودن هزار سال حساب گوش میکشن هزار سال حساب چشم می میکشن که الحمدلله چشمای ما هیچ کدوم از خطا را نمیدونه چی چی هست و الی آخر و الى آخری سخن بگذار تا بهش برسیم معاد این اصلی که واقعا سلس قرآن کریم معاد است من میدونید یا نه میخونید یا نه آیات مکی همش معاده همش همش صحبت از مرگ است و حساب است و کتاب است و قبر است و ازا زلزلت الارزل زاله ها یکیشه یا ایو الناس و تقو ربکم رب این زلزلت ساعت اون عظیم یکیشه و الى آخر آیات مکی اکثرا همه توجه و همه فشار و همه کارش رو معاد است چون مشرکین خو قبول نداشتند و یا مثلا منظور عرض به خود شما کنم که و اما این معاد با مرگ و احتضار شروع می شود حالا شروع کنیم آروم آروم تا تا کجاش میتونیم بریم و چی میتونیم بگیم با مرگ شروع میشود توضیح و ذالک انسان موقعی که خلق می شود خوب گوش کن چی میگم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک و هو علا کل شیء قدیر الذی خلق الموت و الحیات ایکم احسن و عملا و هو العزیز و الغفور سوره مبارک ملک حدیث دارین در معاد بحاره فرمودن یک سوره است در قرآن کریم سی آیه است یکی از شفعاء روز قیامتی سور است خیلی عجیبه واقعا عجیب است دا. وقت این, آ... این سوره با این آیات که خوندم شروع می شود لابد حفظ سوره ملک را فرمودن سوره ملک سوره منجی است بالا سر قبر هر میتی سوره ملک را به اگه گرفتارم باشه نجات پیدا میکنه منجی است حدیث داریم یکی سر قبری سوره ملک را خوند از قبل صدا رسید که این سوره منجی است خوندی نجاتم دادی خیلی مده. حالا به برزخ می که میرسیم و حرفایی که میخوام بزنم یکیش همینه ارسمت بر اینکه سوره ملک رو حدیث داریم کسی اگر بخواند هم خودش یکی از شفعا روز قیامت میشه و هم سوره ملک یکی از شفعا روز قیامت کسانی که در دنیا سوره ملک را خیلی بخونن این سوره یکی از شفعا روز قیامت و میگه این مراقبات منو میکرده است شفیع میشه شفاعت میکنه این یعنی حدیث در ج... معاده به حال از باب شفاعت ارشد بر این که این سوره اینجوری شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم تبارک تمام برکت عالم وجود مال اون خدایی است که به یده ملک در دست با قدرت و با کفایت اوس اداره عالم وجود خالق عالم وجود ملک عالم وجود رزق عالم وجود اداره عالم وجود به دست اون خدایی است که تمام خیر و برکت به دست اوست و اول عرصه که الذي خلق الموت و الحیات شما اون کسی است که اول مرگ آفرید بعد حیات را دقت کنید به این کلمات که عرض میکنم اول خلق الموت بعد حیات چون اگر مرگ نبود حیات قیمتی نداشت ارزشی نداشت و یا اشاره است به اینکه عالم از موت میاد به خلق حالا به هر کدومش باشه اونه که در تفاصیل هست من کار باش ندارم فعلا بشر موقعی که خلق می شود توجه کنید خیلی ریشه ای میخوام حرف بزنم ان و آروم آروم که اوناش که گفته میشه ناقص نمونه هر چی میمونه ادامش بمونه اینایی که گفته می شود ریز و درشت خدمتتون عرض میکنم ان تا اون جایی که میفهمم البته ما خیلی چیزا رو نمیفهمیم یه کسی از بزرگان که منم درکش کرده بودم خدا رحمتش کنه از بزرگان بود واقعا در علم و عمل مرد بزرگی بود چون یه جمله میخوام ازش نقل کنم اسمش رو نمیبرم فعلا زب میشه و پخش میشه خیلی خوش آیند نیست یک بزرگی از بزرگان یه کتاب نوشته بود در رابطه با معاد اومد محضر استاد ما بزرگوار مرحوم آیت الله به آیت الله به رحمت الله علیه گفت آقا در معاد این کتابو نوشتم آقا فرمود از معاد چیزی هم ای چون خودش میدید خودش چشمش باز بود و همه برزخ ها میدید تا قیامت ها دیده بود تا قیامت ها دیده بود این بشر خیلی چیز میدید و میفهمید خیلی چیز میدید و میفهمید خیلی چیز میدید و میفهمید منتها خوب هر را از حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختند گای تیکش میپرید و میگفت ما ارواحا دیدیم چنین گفتند چنان گفتن چنین گفتن چنان شد چنان میشود هرچی هم میگفت میشد خیلی مرد عجیبی بود عرض به حضور انوردون کنم که گفت معاد از معاد چیزی هم دیده ای فهمیده ای یا همین آیات و تو دیده یا گفت نه آقا جون من چیزی و بفهم تو تو نه همین نه گفت خب پس بی خود چیزی نه چیزی پس بی خود دیدن یه چیز دیگری است و فهمیدن که حالا در دیدن ها و شنیدن ها دیدن ها و شنیدن نه دیدن ها و فهمیدنی ها عرض بر این که بله اقتنم خمسه که قبل خمس به جوانای جلسه ارز کنم آقا جون پیغمبر اکرم فرمود پنج چیز را قبل از آنی که از دست بدید غنیمت بشمرید یکیش جوانیه قبل از این که از دست بره و پیری یختون را بگیره که دیگه هر کاری میرید انجام بدید نتونید به فکر اون موقع باش خیلی زود پیری یخ آدم ها میگیره و آدم ها زمین گیر میکنه فقط خدا عاقبت بخیر خیر کنه انشالله شاء که عاقبت به خیر بریم بقیش دیگه بالاخره حل انشالله شاء الله بر این که انسان وقتی خدای منان خلقش میکنه گوش کنید تمام سرمایه گذاری های عالم وجود برا بشره این ریبی درش نیست شکی درش نیست تمام سرمایه گذاری های عالم وجود برا بشره خدا میگه خلق لکم آسمان ها رو برای شما آفریدم اگه انسانی نباشه روی این زمین خورشید میخواد چیکار از زمین مال چی چی زمین برای انسان آفریده این زمین ها که خلق کرده است برای انسان انسان که خلق میشود خورشید میخواد خورشید برای انسان ماه میخواد ماه برای انسان آب میخواد آب برای انسان غذا میخواد غذا برای انسان کارد را به گردن این حیوان زبون بسته بی هنر بی دست و پا حلال کرده زنده این زبون بسته را سر می برن تو خون خودش قوطه میخوره، مرغش یه جور کبوترش یه جور خروسش یه جور گوسفندش یه جور شطور و گاوش یه جور زبون بسته خون از بدنش میره و نمیتونه دفاع کنه از خودش که تو بشینی بخوری تو بشینی بخوری میگه این غیر از اینه بال انسان خلق کرده اینا آسمان ها را زمین را آب را آب و باد و مه و خورشید و فلک در کارن که ما بخوریم و بخوام و معصیت کنیم العیاظ بالله استغفر الله ربی و تو بله پناه بر خدا اون این انسان وقتی خلق می شود انبیا را برای انسان و بشریت نبوت را برای انسان است قرآن و کتاب های آسمانی تورات انجیل زبور صحف مال انسان است بهش مال انسان است حیوان بهش نمیره الا پنج تا حیون حیوان بهش نمیره خره بلعم با او و سگ اصحاب کهف است و چند تا حیونه ناقه صالح است و ناقه از رسول الله هست و اون کلاقی است که یاد داد به قابل چطور قابل دفنش کنه اینا چند تا حیوان میرن بهش پنج تا بقیه حیوان بهش نمیاد بهش مال انسان است هیچ حیوان جهنم نمیره جهنم مال انسان است غیره اینه میگه قیامت مال انسان است قیامت مال انسان است توحید مال انسان است نبوت مال انسان است امامت مال انسان است معاد مال انسان است نماز مال انسان است روز مال انسان است خمس مال انسان است حج مال انسان است زکات مال انسان است متاجر و مکاسب مال انسان است ربا مال انسان است قرض الحسن مال انسان است ارث مال انسان است ارث مال انسان است یه حدیث دیدم آخیادم باشه این حدیث رو بیانم بخونم اینا جدید دیدم اونقدر برام زیبا بود مردم اونقدر برام زیبا بود این حدیث به جان خودم صبح بود چند رو قبل صبح بود داشتم دنبال یه چیزی میگشتم برخوردم به این حدیث یادداشت کردم کتاب رو گذاشتم کنار به جان خودم رو منبر امام حسین صبح که این حدیث رو نوشتم رو کاغذ اتباه کاغذ همینجور بغل دستم هم افتاده که دارم بطانه میکنم چیزی دارم می نمیسم. همینجورم که از منبر که میرم خونه تا وقتی میام دوباره بیام خونه بیرون کتاب و مطالعه چیزا دارم می نویسم جمع میکنم کنم این هم بغل دستم افتاده آقا تا زور دستم بود این حدیث رو را می و گیره میکردم امام صادق فرمود از ده صفت در سگ است ده تا صفت گمون نکنم شما همشه نیده باشید امام صادق فرمود ده تا صفت ده از پیغمبر از حدیث امام صادق پیغمبر نقل میکنه رسول اکرم فرمودن ده تا صفت تو سگ خدا دوست داره این دهتا تا تو مؤمن باشه میدونستی؟ ها؟ کی میدونست؟ هیچ کی خودم نمیدونستم این همه من که تازیر رو کرده بودم این حسن عیده بودم ده تا صفت در سگ است خدا دوست داره ده تاش تو مؤمن باشه یکیش اینه که وقتی میمیره ارث از خودش نمیذاره یادم باشه فردا بیارم آقا یک حدیث ناب قشنگیز خدا شاهده یکی اینکه هر جا شد میفته میخوابه ایش خون و زندگی نداره این صفت زاهدینه یکی اینکه اکثر شب این صفت محبینه مریدینه یکی اینکه بیشتری وقتا گروس نست است خیلی حدیث قشنگیست خدا آنت خیلی حدیث قشنگیست خیلی حدیث قشنگی خیلی حدیث قشنگی است یکی اینکه پهلو مردم قدر و قیمت و ارزشی نداره آره الله اکبر از این حدیث یادم باشه فردا بیارم بخونم خیلی حدیث قشنگی است بر اینکه روزی که خدای منان انسان رو خلق میکنه تا روزی که به فرموده قرآن کریم سوره مبارکه قمر رو ببینید یکی از سوره های قریب و عجیب و شریف قرآن کریم سوره قمر است تا اون وقتی که انسان فی مقعد صدق عند ملک المقتدر مستقر میشه تا اون وقتی که فی مقعد صدق عند ان المتقین فی جنات و نهر سوره قمر ان المتقین فی جنات و نهر های های های, های. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر الله اکبر مستقر میشه هفت منزل طی میکنه منزل اولش عالم زر است که با هیچ موجودی خدای منان در قرآن میفرماید نیست نیست بگه این قرآن ما در محضر قرآن کردیم مثل الحمدلله هیچ موجودی اینجور نیست فقط انسانه در عالم زر و اولین خل... اولی مرحله خلقتش که روح آقایون خلق کرده است روح بشر را خلق کرده است اونجا باش صحبت کرده است الستو بربکم قالو بلا ربوبیت خدای منان را رب یعنی صاحب مالک مدیر مدبر مقتدر خالق رازق به عنوان اینکه رب صاحب من توی رب الابل چجور شطور در اختیار شما اسب و شطور و ماشین و غیر و در اختیار شما صاحبشی تو مش ده. رزق شما یه اسبی که تو خونه داری یه مرک که تو خونه داری میگن رب الابل رب رب الابل عبد فرمود انا رب الابل ولی البیت رب یحفظه رب یعنی خالق مالک صاحب مدیر مدبر رازق همه کارت بابا جورم به خدا با غیر او ارتباط نداشته باش چون به مجردی که دنیا میری هیچ خلاص همه سر و کار با خداست تو این دنیا همه جور باشه الستو به بکن قالو بلا سوره مبارکه اعراف را ببینید فطرت الله التي فطر الناس ها را ببینید آیه را آیه 80 که سوره آل عمران را ببینید حالا چون بحث من عالم زر نیست از اینجا رد میشم منزل دویم صلب پدر است و اون وقت هرچی هم شد اونجا شد هرچی شد اونجا شد خدا رحمت کنه مرحومات الله را فرمود همه از آخر میترسند من از اول میترسم اینجاست در عالم زر چی کار کرده باشم با خدا اونجا چیزی معامله کرده باشم هر چی اونجا باشد اینجا تولور پیدا میکنه هر چی اونجا هست اینجا تولور پیدا میکنه اونجا به خدای منان بلا گفتیم قالو بلا بر توحیدش بر نبوتش بر امامتش حدیث صحیح اصول کافی است حدیث صحیح اصول کافی است بارها گفتم و بار دیگر میگویم که عزیزان باباها به خدا به شما لازمه کتاب شریف اصول کافی ترجمه شده فارسی شش جلد خیلی زیبا روان شیک شکیل خیلی عالی خط خوب کاغذ خوب جلد خوب بابا جون تو را خدا بخر تو خونت ببر بیزار بچه ها بخونن اصول کافی همه چیز توشه کافن لشیعت ناس واقعا فرمودن بس است برای شیعیان ما خیلی کتاب خوبی داشته باشید کناتون و بخونید آن نه که داشته باش تاخچه اتاق نه بخونش اصول کافی حدیث صحیح به خدا قسم به خدا قسم حدیث صحیح از امام صادق است و ائمه که فرمود پیمان بر توحیدش در قرآن است بر نبوتش سوره آل عمران آیه و 81 و بر امامتش هم بوده است بر امامت المؤمنین یعنی از جمیع بشریت از جمیع بشریت خدای منان در عالم زر پیمان گرفت بر توحید الستو به ربکم و بر نبوت از اخذ الله و میثاق النبیین لما آتتکم من کتاب و حکمه سوره آل عمران آیه 81 و بر امامت وقت فرمود کل مولود یولد علی الفطره و ابواه یحودان و یونسرانه همه مخلوقات بشریت بدون استثناء به دنیا که میان بر فتت توحید نبوت امامت به دنیا میان باباننه و محید اونا یهودی میکنه اونا مسیحی میکنه اونا وحابی میکنه اونا بهایی میکنه اونا, میکنه, اونا... کوفت و زهر مار منحرفشون میکنه پدر و مادر و بیت و محیط و جامعه اینا را منحرف میکنه و الله همه وقتی به دنیا میان توحید فتت فت توحیدی است چون علستو به ربکم قالو بلا در سوره اعراف آیه 175 و, و جاهای دیگر قرآن هم هست منظور این منزل اول است که ما هر کاری کرده ایم, کرده ایم. منزل دوم صلب پدر است که یک بار سنگینی یک بار سنگینی خدای منان به دوش بابا گذاشته است که این امارتی که از خدا تحویل میگیره تا تحویل منزل بعدی مادر بده لغمه حلال باشه و الا اگر ربا باشه عباس و بچهاش میشد و اون همه ظلم و فساد لغمه حلال بابا بیاره تو خونه اگر واجب است و نفقات واجب بر پدر و مادر بر پدر بر زن و بچهش واجب است باید حلال باشه و الا به مشکل بر میخوره و جوونا و این وساد منزل سوم رحم مادر است که بار سنگین تر به دوش مادر میاد حالا خانوم هم در جلسه تشریف دارن بهتون عرض کنم خانم بادامی که باردارید همه چیز نخورید همه جا نرید تو هر بیت و هر خانه هر چیزی نخورید آقایون مواظب باشن حلال بیارن شما مواظب باشید حلال بخورید با بسم الله بخورید بی نباشید خیلی رو جن و بچه اثر داره اینا حالا توصیه است که من بحثم بحث دیگری روش نمیتونم واسم چون اگه اینجا رو این بحثا وایسم یه ما دو ما کمه هر کدومش یک ده حرف داره بیشتر منزل چهارم دنیاست منزل چهارم که دنیاست تا 15 سال به آقا و تا نه سال به دختر و خانم میگه برو بخواب و بچر خوش باش تا روش کنی قابل بشی بدنت بنیت فهمت عقلت فکرت آماده بشی وقتی میرسه به 15 سال میگه یا علی مدد موقع عمل کردن به اون بلای اونجاست یلا گفتی بله گفته بله پاش وایسا پاش به منزل پنجم که میرسی راحت میری میخونم آیاتی داره و روایاتی داره که آروم آروم میخونم براتون همون داره اومدم بگم ب... اگر پاشوا سادی پاشوا نه اونجور میشه که اونم خواهم گفت اونی که پاشوا میشه چجور میشه تو قرآن است در قرآن است اونی که پاشوا نه میشه چجور میشه اونم در قرآن است توجه کرد چرت کردم منزل پنجم منزل پنجم موقعی شروع میشود که انسان مختزر می شود و بالله من الشیطان الرجیم و جاعت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید سور قافه و جاعت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید سکرات مرگ وقتی فرا میرسه سکر و سکر و مسکر در لغت عرب به معنای مستی و بیهوشی است میگن کل مسکر حرام یعنی اونی که عقل شما را زائل میکنه سکلات مرگ و انسان وقتی محتظر میشه حائل میشه بین خودش و بین عقلش دیگه عقلش کار نمیکنه لذا زبون کار نمیکنه گوش میشنوه ولی زبون دیگه کار نمیکنه چون عقل فرمان نمیده که چیکار کن دیگه یه حالت مستی و بیهوشی سکره سکر بین انسان حائل میشه حدیث داره میشه میشه می میبینه می بینه هرچی هست داره میبینه دیگه حالا که مسک به سکلات مرگ میرسه هرچی اون داره میبینه وقتی که چشمشو باز میکنه میبینه زنش بچهش برادر خواهر بچه برادر بچه خواهر عروس دومات نوه دورش دارن گریه میکنن دیگه اگر هم تو بیابون و تصادف و قریب بمیره که دیگه واو ویلا. اگه برسیم به احتضار و به سکر و به مستی و به بیهوشی و تو بستر باشی میناس اگه هم تو بیابون و ماشین که این حالات هست منتها غربت که خدا نصیب نکنه شو. صدقه بدید نشد اونجور فرماند این نصدقه تدفع سبعین می تتسو یک دل هم صدقه هفتاد بد مردن از انسان برطلف میکنه از صدقه غافل نباشید به خصوص مال جواناتون به خدا عرصمت بر اینکه انسان وقتی که بله بله مست می شود و ات سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید یک حالتی به انسان دست میده که دیگه این حالت فقط در قرآن و روایات هست اما چه دیگه چشیدنی است مثل که آدم بگه حلوا شیرینه خب حلوا شیرین است مثلا اما چه جوری شیرینه است باید بخوری تا بفهمی اون ان شاءالله دیگه بهش میرسیم منتها باید باور کرد و خب باوری هم از دیدنی است دیده ما من پدرم ها دیدم چه جور بود مثلا پدرم پدرش نادید دید و آخر اینایی که هست حدیث داریم رسول معظم اسلام یه ظرف آبی کنارش بود آب سرد هی hey, دستش را میزد تو آب سرد و میکشید به صورتشون فرمود ان للموت سکرات برام مرگ سکراتی هست سختی هست جان دادن و جان کندن ها. جان کندن و جان دادن این جون و این بیسمی که هشتاد سال است به هم گره خورده تعلقش قطع نشده حالا میخواد یهو جدا بشه ازش تمام بدن مثل آدم کتک خورده خورد میشه تا این جون میاد بیرون خیلی مشکل خیلی سخته به جان کندن و جان دادن جان کندن دل کندن دل بریدن از این علاق آدم زنش را دوست داره بچهش دوست داره زندگیش را دوست داره یه مرغ داره دوست داره یه دوچرخه را بهش دل میبنده یه انگشتر را بابا جونم یه لباس را یه عبا را یه فرش را یه خونه را از اینا دل کندن و دل بریدن و در حالی که میدان لحظاتی دیگه دو سنگ خونه و بعدم کفن و بعدم قبل داره میبینه داره میفهمه فجاء سکت الموت بالحق ذلك ما كنت حتی اذا بلغت التراقي حتی اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق میگن وقتی جان به این ترقوه میرسه چون خروج جان از بدن از پا شروع میشه اول پا خالی میشه و پا دیدید که گوسفند ولتفت ساق و یکی از معانی چند تا معنا داره یکیش اینه حالا میگم همشا یکی از معانی التفات سابق این است که دیدی گوسانه وقتی سر میبرن میره جون بده این پاها را هی تند و تند و تند به هم میکشه این پاها شروع میکنه به هم کشیده شدن و دل شروع میکنه از حال رفتن مثل آدمی که پاش خواب میره هی دلش لیس میره از حال میره تا آرام بشه این التفت ساق و به ساق. این یکی از معناشه یکی التفت ساق و دنیا به ساق الاخره یعنی یه پاش این وره یه پاش اون ور همونی که الان عرض کردم یعنی چشمشا میبنده اون رو میبینه باز میکنه این رو میبینه علاقه زن و بچه را میبینه زن و بچه دارن می گریه میکنن داره میبینه لذا حدیث داریم کنار مختزر صحبت از مرگ و قبر و قبر کجا بکنیم کفنش کجاست تابوتا بگو بیار اینا را کنار مختزر نگید کنار مختزر دعای عدیله بخونید تو مفاتیح سوره یاسین بخونید حدیث داریم برای اینکه آرام مختزر جون بده سوره ی یاسین رو کنارش, ب... کنارش بخونید پناه بر خدا سوخت و سوز نداره دا. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره میرسیم بهش همش را التفت ساق و به ساق یه پا تو دنیا پا آخرت یه قدم اینجا یه قدم اونجا میبنده اونور وا میکنه اینور میبنده اونور وا میکنه اینور. ور عالم این این به دلش میریزه غصه های عالم به دلش میریزه داره میبینه که داره دیگه جون میده و میفهمه که داره میمیره میفهمه که داره میمیره چون پا خالی میشه و هی از ناحیه پا جان خالی میشه بدن خالی میشه میاد بالا میاد بالا میاد بالا به سینه که میرسه فشار اونقدر سنگین میشود که فرمود دگمه های پیراهن مختزلا باز کنید این دگمه به سینش سنگینی میکنه حدیث داریم مختزرا این دگمه پیراهنش هم باز کن سینه آزاد بذار این دگمه به اندازه یک کوه به سینش سنگینی میکنه کار بشر به کجا میرسه نه یه همچین لحظه ای خاتم بیا تو افتاده بود حسن و خوشن بودن افتادن رو رسول اکرم رو سینه پیغمبر اکرم گفتن پیغمبر مختزل است برش دارید فرمود نبگذارید باشه حسن می میبوسید و گریه می کرد و میفرمود میبینم انقری به زهر جفا کشته میشه هر کسی در بقیه او را زیارت کند به قدمش در سرات نمی لغزد ثابت قدم میمونه سرات همین دنیاست و حسین ها میبوسید و میفرمود مالی ولی یزید مالی ولی یزید هی hey حسین جا میبوسید و میفرمود مالی ولی یزید من با حسین خواستن بلند کنن آقای اینا فرمود نبذارید باشن من زور التفت ساق و به ساق یعنی این دو تا پا را بغل هم میدارند و در کفن میپیچند این سه معناش حالا طلب باشه ملود معنای اول التفت ساق و به ساق موقع جان دادن به شدت این پاها به هم کشیده میشه دلش هی از حال میره هی داره جون میده هی داره بدن خالی میشه هی داره میفهمه داره خلاص میشه حالت عجیب استراب و ترس و وحشت عجیب به انسان حاکم میشه لذا فرمود مختزرا تنها نگذارید مختزر کنار سوره یاسین بخونید جنوب کنار مختزر نباشه زنی که مشکل داره که نمازش زن زنی که در ایام مخصوص است کنار مختزر نیاد کنار مختزر صحبت از مرگ و غرب نکنید کنار مختزر یاسین بخونید به امام ساله گفتن آقا جون چکار کنیم راحت جان بدیم راحت بمیریم فرمودند که این دعای رضی تو بالله ربن که دو ختم بیشتر نیست توحید و نبوت و امامت و نراب بعد از هر نمازی به رضیت بالله ربنا بعد از هر نمازی بخونی تو قنوت نمازت میتونی بخونی تو سجده آخر نمازت میتونی بخونی بعد از هر نمازی حتما بخونید رضیت به بالله ربنا بنویس مسلمون با خط کامپیوتری قشنگ و خوش و زیبا قاب بگیر بزن تو قبله خونت که بعد از نماز صبحت که مسجد نمیری تو خونه هستی اونجا بشینی اونجا کنار بخونی عرض شود بر اینکه راضی تو بالله رب تا پیغمبر است و دین و قبله و اسلام و کعبه و امام را دوازده تالا اینا را هم حالا بخون که دم مردن شروع کنی خوندن اگر ولا ولا اون که اگه زبونت بند اومده از تو سینه و با حدیث نفسی بخونی خیلی اینا مجرب از موثر است کنار مختصر سوره یاسین بخونید سوره صافات بخونید دعای عدیله بخونید هی عدیل بخونی بگید بگی بگو لا اله الله هی آبش بدید حدیث دارین مختصر به شدت تشنه میشه هی آبش بدید هی آ کنارش خالی نگذارید هی آبش بدید فرمودن گفت چرا آقا آبش بدید فرمود چون هم تشنه میشه و هم وقتی شدید تشنه میشه شیطون با یه ظرف آب میاد می، اینم آب گوارا میبینه میگه بده تشنه بده, آبم بده بخورم میگه نه بده ایمان تو بدم و اونایی که ایمانشون ضعیفه و خطرناک است خیلی بالا اون لحظات میده مال یه ظرف آب اونم آبش نمیده ایمانم میده و میمیره می آبش نمیده بلایی که سر برسیسا آورد، سر بلعم باورا ورد سر زبه رو ورد سر تلحا ورد سر ما هم میاره مگه ما کیم مگه ما کیم مگر اینکه امام حسین کمک مگر اینکه این, که؟ این که ای اشکا و امام صادق فرمود امام صادق فرمود هر کسی ما را زیارت کند هر ما را زیارت کند دم مردن میگه میگیم این مال ماست این از ماست خودم وقتی امام صادق حاضر بشه دیگه شیطون غلط میکنه بیاد وقتی مولا امیرالمومنین تشریف بیارن دیگه شیطون غلط میکنه بیاد وقتی آقای امام حسن بیاد بگه این زائر من بوده این گریه کنه من بوده این عزادار من بوده دیگه غلط میکنه شیطونی کی اینا نیست اینا مجرب اینا مؤثر آقا جونی من اینا را آماده باشید براش و منتظر باشید واقعا چه شعر قشنگی است ای که گفتی فمن یموت یرنی جان فدای کلام دلجویت کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت کیش انشالله محتضر بشیم آقا بیا لاغر اونجا آقا را ببینیم